هنرمندان محلی در حال رونق بازار هنر و آثار هنری خود را مشاهده می کنند که سرمایه‌داران برای سرمایه گذاری امن در ایران و بسیاری از نمایشگاه های آثار هنری نقاشی رو آوردند. آثار هنری ایران با فروش آثار هنرمندان چون پرویز تناولی که کارهایش را در لیلام کریستیز دوبای به ارزش 2.8 میلیون دلار به فروش رساند و بالاترین رقم تا کنون برای یک اثر هنری معاصر ایران است، در بازارهای بین المللی نیز راه یافت. تناولی که در کانادا زندگی می کند، در کنار هنرمندان نوظهور در یک استودیوی نقاشی و دور از خیابان پربرگ شمال تهران کار می کند. آنها بخشی از پول خود را برای آثار هنری سرمایه گذاری می کنند. منظورم این است که بسیار پول در این کشور وجود دارد که در گذشته برای زمین و ملکیت سرمایه گذاری می شود. اما امروز جای آن را آثار هنری گرفته است. کار بهرام دبیری که از پابلو پیکاسو یکی از نوابغ قرن بیستم الهام می گیرد، بیشتر و بیشتر در تهران به نمایش گذاشته می شود. برخی از آن آثار میزبان بزرگترین نامها در صنعت جذب و قیمت گذاری در میان سرمایه گذاران است. هنرمندان ایران را کشور عجایب و شگفتی ها عنوان می کنند. ایران کشور عجایبه، یعنی شما برمی‌خورید به بحران اقتصادی، ولی من مثلا کاری رو که توی یک سال یا دو سال گذشته و قیمت‌ها و تعدادی که فروختم نسبت به 4 سال پیش خیلی بیشتر. در کشوری که تورم پولی به طور رسمی به 13% و به طور غیر رسمی 50% رسیده است، به نظر می‌رسد که ثبات در هنر و آثار هنری بیشتر وجود دارد، البته برای کسانی که استطاعت سرمایه گذاری روی آن را دارند. لیلا ماه حبیب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.